سلام، امیرلایجی هستم از برنامه شما و بیزنس شما و موفقیت، به همراه خانم دکتر فوجان زینی که سایکوتراپیست، بیزنس کوچ و لایف کوچ هستند. با سلام به شما و تمام عزیزانی که با ما هستند. امروز میخوایم در ادامه برنامه خودمون و تمریناتی که هر بار من انجام میدم در ارتباط با بیزنس مورد نظر که یک بیزنس خدمات کامپیوتر هست و میخوایم بریم مرحله بعدی و در این مرحله میخوام حدسی که من میزنم در مورد این که مشتریانم، البته شما گفتید که دنیا در مورد من چی فکر میکنه، دیدم زیاد دنیا در مورد من فکر نمیکنه ولی گفتم همین که اطرافیان و مشتریان، خانواده و تیمی که باشون کار میکنم چه فکری مثبت و چه فکری منفی دارند، چه احساس مثبت و احساس منفی رو به من میدن و همچنین رفتارشون چه هست و اون رفتار احیانا چه تأثیری میگذاره. در خدمت رام خواهد دکتر. دقیقا اینا رو پاسخ بدین، برای اینکه عزیزانی که مایل هستین که دوست، خوشحالم میشم که برین برنامه قبلی رو نگاه کنین. چون یه پروسه ایه که قسمت به قسمت با هم دیگه داریم میریم که قسمتی از پروسه یک پارچگی آگاهیه که اون رو در بیزنس داریم انجام میدین و به خاطر همین قسمت اولش آگاهیه. ما تا آگاهی نداشته باشیم راجع به افکار و احساساتمون و رفتارها و چه جوری ما این قسمت خودمون رو حداقل در این ماجرا بازی میکنیم، نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم. همه میدویم میریم سراغ چی تغییر بدم، میگن خب چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم تو زمانی که ندونیم که قرار چی رو تغییر بدیم. در نتیجه این قسمت هاست که ما داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. مرسی از اینی که پیشنهاد منو قبول کردین که قسمت به قسمت رو آگاه بشید. در نتیجه چه چیزهایی برای خودتون پیدا کردید؟ اولا که مثلا اکثر ایرانی ها که افکارمون رو با احساساتمون قاطی میکنیم گاهی اوقات، چون از کودکی یاد نگرفتیم. واقعا خیلی موقعا که وقتی داریم در مورد احساس صحبت میکنیم فکره میاد و یه دفعه یه جمله گفته میشه که از شما یاد گرفتیم که احساس یک تا دو کلمه است، درسته؟ و در بدن شما تجربه میشه، یعنی وقتی میگه غمگینم، غم رو شما میتونید تجربه بکنید ولی خب فکر رو الزاماً تو بدنتون تجربه نمی‌کنین. یه داستان سراییه، راجع به یه چیزی دارین حرف میزنین. مثل که مثلا کسایی که ورزش میکنن شاید اینو تجربه کردن، وقتی که توی یک فضایی هستین و یه ذوقی میکنین، جیغ میزنین و ذوق میکنین و کیف میکنین اون لحظه، یعنی که تیم مورد علاقتون مثلا میبازه یا یه چیز میشه و یه دفعه خشمی براتون پیش میاد، میبینین حس دارین. ولی زمانی که به بغل دستیتون دارین توضیح میدین دیدین چی شو چی کار کرد، من عقیدم اینه و و و، اونا افکاره. در نتیجه اینجوری میتونین با هم دیگه تشخیص و تمیز بدین. دقیقا. خب از مشتریانم شروع کردم توی لیستم و مشتریانمون به نظر من افکار مثبت و منفی که دارند این هستش که اکثرا کارمون رو قبول دارن و میگن کارتون رو بلدین و به نالجبل بودن تیممون همیشه این رو مطرح میکنن. خب طبیعتا این دست افراد احساسی که دارن به ما این هستش که اعتماد دارن و با صداقت ما حس خوبی رو به ما میدن، این حس رو میدن که ما فکر میکنیم که باورمون دارن، اعتماد دارن بهمون و اینکه قبول دارن که ما صادق هستیم. و بعد اینکه رفتاری که انجام میشه طبیعتا خب باعث میشه که همکاری کنن در پروسس انجام اون کار و خب کار خوب پیش میره و سریع پیش میره. و در کنارش اگر مواردی هم باشه که بخوایم منفیشو در نظر بگیریم این هستش که فکر میکنم ما مسلط به کارمون نیستیم، یک مشکلی رو مطرح میکنن، پاسخی که از ما میشنون اون احساس داشتم که پای تلفن کنار دستی طرف گفتش که نه فکر میکنم بلد نیستن اینا و بعدش خب طبیعتا یعنی بی اعتمادی وجود داره، حسی که من اون لحظه بهم دست میده که به ما اعتماد ندارن و خب اتفاقی که پیش میاد کارشون رو به پیش ما نمیارن. این از مشتریان. چه چیزی هستش که اون لحظه آیا چون واقعا خب همه ابعاد رو ممکنه که کسانی که کار میکنن بلد نیستن یا مدل برخوردشون با مسئله جوری نشون داده میشه که مثلا
اعتماد به نفس خودشون رو ندارن یا جوری که دارن پریزنت میکنن همچین برداشتی رو برای آدم ها به وجود میاره که شاید شما کارتون بلد نباشه، یا اینکه نه واقعا خب آدم ممکنه یه سری ابعاد مختلف اون کار باشه که واقعا بلد نباشه و جزء تخصصش نباشه. در مورد مواردی که کارمون نیست و ما در اون زمینه تخصص نداریم، خیلی راحت میگیم که ما تو این زمینه کار نکردیم، کار نمی‌کنیم. اگر ببخشید، اگر خودتون میخواید سرچ کنید، کسی رو پیدا کنید، و اگر ما میتونیم براتون پیدا بکنیم، که اگر خواستن که ما براشون پیدا کنیم پیدا میکنیم، و اگر خواستن که خودشون انجام بدن که خب. ولی در کنارش نکته خوبی رو گفتید، یه موقع هستش که جوری که داریم توضیح میدیم کافی نیست. مثلا ما ترجیح میدیم اصلا این اپ و این وبسایت به نوعی طراحی شده که مشتریان برن تو خود اپ یا تو خود وبسایت سفارششون و اوردرشون رو بدن، اسکیجول کنن که کی میخواد تکنسیان بره. ولی خب موارد پیش میاد که تلفن میزنن به ما، و بعضی از موارد تلفن به من فوروارد میشه. دارم موردی رو میگم که پیش اومده. در اون زمان من درگیری کار دیگه ای بودم تو استودیو و باید پاسخ اون تلفن هم میدادم. خب بعد از اینکه خب کلاینت نخواست با ما کار بکنه، در واقع کاستمرمون، من فکر کردم خب چی اتفاق افتاده بود، چی شد تو این کانورسیشن. متوجه شدم که من فکرم جای دیگه هم بود و تمرکز کافی رو روی تلفن نداشتم، و برای همین بودش که احساس کافی خوب رو، احساس اون اعتماد رو که طرف بخواد به ما پیدا بکنه رو پیدا نکرده. خب این باعث میشه که من خودم رو سریع بررسی کنم، ببینم چه چیزی در پیش من وجود داشته. حالا موارد دیگه که دقیقاً چون من خودم این تجربه رو خیلی دارم، و اونم اینه که تمام دفعاتی که کسانی به من زنگ زدن و حتی گفتن که اونو مثلا از کسانی شنیدیم که چقدر شما کارتون خوبه و دلمون میخواد حتما پیش شما بیام، و دقیقا صحبت شما که در مسیر گفتار وقتی که میبینم یه چیزی تغییر پیدا میکنه و اون شخص دیگه تصمیم گرفته نیاد پیش من، وقتی نگاه میکنم میبینم که اون وصل شدنی که یک شخصی احتیاج داره که وقتی که تلفن کرده و یک سرویسی رو میخواد بگیره دوست داره که تجربهش این باشه که من سپشالم و من رسیدگی میشه، حرف منو میفهمن و کار منو درک میکنن و نه تنها بلدن بلکه به من ارزش میدن. و دقیقا حرفتون درسته، زمانهایی که عین همین چهار تا کار رو داشتم با هم انجام میدادم، بین کلاینت ها داشتم یک کار انجام میدادم و حال و هوای من این نبوده که دارم دعوت میکنم که دوست دارم که شما رو بشنوم و با شما باشم، حال و هوای من بیشتر این بوده که چیه، چیکار کنم، چی میخوای الان، تو کار تا انجام بدم برم. هیچ کسی نیست براش نمیشینه، و اون همیشه میگن فرقی نمیکنه که چه جوری چی کار کردی، چی به یه نفر بودی، ولی اون شخص وقتی که یک حسی در کنار شما داشته اون همیشه یادش میمونه. و به خاطر همین هم این قسمت رو چه راجع به خودتون هست چه راجع به کسانی که دارن کار میکنن، تکنیسیان ها، شاید که این قسمت رو باید یه سری زمان ها براش مشخص کرد، مثل اینی که یک ریچوالی آدم داشته باشه، کاری انجام بده قبل از اینی که میدونه قراره با یک مشتری صحبت بکنه، مراجعه صحبت بکنه، که یک فضایی که بیاد اول توی بدنش، نفس عمیق بکشه بیاد توی بدنش، چون معمولا ما ها یه جای دیگه ایم، حواسمون هزار جاست، اول بیاد توی بدنش، توی این فضا ببینه که من الان میخوام با یک انسان دیگه ای روبرو بشم و کارم چیه، نیتم چیه، چی میخوام به وجود بیارم، و از اون جایگاه چشمم رو باز کنم، تلفن رو بردارم و با اون شخص صحبت کنم. و اگر که میبینم توی فضای مختلفی هستم، حتی اگر تلفن رو برمیدارم یه نفر میبینم که مراجعه، بگم که من الان دارم با این نفر صحبت میکنم، میتونم تا چند دقیقه دیگه بهتون دوباره زنگ بزنم، یعنی که میتونید نگه دارید، در نتیجه حتی اون رو نگه دارید بعد دوباره بیاین همین تمرین رو انجام بدین، که با فضایی که الان همه چیز رو من گذاشتم کنار و تمام وجودم الان در اختیار شماست. این خیلی کمک میکنه به این صحبتی که شما دارین میفرمایید. دقیقا همینطور هستش، زمانی که
همین موضوع رو تجربه کردم که به محض اینکه میبینم توی یه کار دیگه هستم، یه دفعه یه کلاینتی زنگ زده و نمیتونم 100% خودم رو بذارم برای اون کلاینت، همینطور میگم من الان مشغول کار دیگه هستم که بتونم باهاتون تماس بگیرم و توی این فاصله میتونم اون پرکتیس رو با خودم داشته باشم. و وقتی با طرف تماس میگیرم کاملا هوش و حواس و فکرم همه جا متمرکز هست به اینکه به اون رو بشنوم و بعد ببینم چطور میتونم بهش کمک بکنم و این کاملا کار میکنه. جناب لایجی، یک کار دیگه من برای خود انجام داده بودم اینه که یک دونه آینه بذارین جلوی کارت، جایی که نشستی. بله درست. برای آره، وقتی آینه رو میذارین اونجایی که خودتون دارین نگاه میکنین، چون ببینین وقتی که من چشم با چشم دارم با شما حرف میزنم خیلی فرق میکنه. وقتی که پای تلفن هستم تصورم اینه که کسی من نمیبینه و حال و هوای خودم رو دارم، در حالی که وقتی آینه میذارم اونجا حداقل دارم تو چشم خودم نگاه میکنم، انعکاس صورت خودم رو دارم میبینم. مثلا اگر اینجوری هستم و عصبی هستم حداقل قیافه خودم رو دارم میبینم. وقتی که اون وقت با خودتون رو نگاه میکنین، اولین قدم اینه که خب شروع کنین لبخند زدن، شروع کنین عشق و مهر رو از تو چشمای خودتون دیدن توی اون آینه و این فضایی رو که تو صورت شما به وجود میاره و خودتون داری میبینی، یواش یواش تجربت ممکنه اینه که این صورت رو، این حال و هوا رو، این نگاه رو دلم میخواد مراجعه من ببینه. خودت رو میبینی توی اون فضا. وقتی این فضا رو میبینی، صدات هم تبدیل میشه به اون مدلی که حال و هوا هست. در نتیجه اگر کسی فقط صدا تو داره میشنوه، میتونه که اون حس رو داشته باشه. یه دفعه من یادم عصبانی بودم از یکی از این کسانی که مثلا مال تلفن بود یا کسی بودش که داشتم بیلا رو میدادم و حرف من رو گوش نمیداد، عصبی شده بودم. بعد همین جوری که داشتم عصبی داشتم حرف میزدم و با تلفن اونبنی برمی رفتم که کار رو درست بکنم، یه لحظه چشمم خورد قیافه خودم توی آینه. چه کسی چه خشمی داره از من مثلا با این حالت میده؟ یعنی قیافه رو که دیدم تازه متوجه خشم صدام بود افتادم و به خاطر همین نگاه میکردم که من توی تلفن چون در کنار طرف نیستم حال و هوامو خیلی بیشتر انعکاس میدم. دیدین آدم ها بعض موقع یه فیلتر میذارن وقتی جلوی نفر نشستن، این فیلتره وجود داره. وقتی که پای تلفن هستین هیچ کس هم نیست، خودتونی در چه فیلتره رو رها میکنی، حواستون نیست که تو صدای شما به هر صورت اونا داره میاد چون فیلتره برداشته شد. حتی وقتی هم فیلتر باشه، وقتی که جنیوین نیست، راحتی نیستین با این نفر، خب تو صداتون میاد. برای کسانی که دارن با مراجعین و مشتری ها کار میکنن که هر بیزنسی بالاخره این رو داره، خیلی مهمه که شما آماده باشی لحظه ای که داری با یک مراجعه صحبت میکنی و آماده بودن از اینه که کسی هستی که قرار سرویس بدی، سرویسی رو بدی که شخص بتونه انتخاب بکنه بره جلو. بچه این تکنیک های هستش که شما میتونید اون قسمت رو برای خودتون تغییر بدید. بسیار عالی. خدمتتون که آیا فکر میکنید لازم هستش که همون پروسس رو در مورد تیم و خانواده هم بگم یا اینکه میتونیم بریم برای مرحله بعدی؟ برای تیم همون، یعنی ترینینگی که شما قاعدتا باید بدین به تیمتون، چون همه که تلفن ها بالاخره پیش شما نمیاد و اگر این بیزنس رو شما مسئولش هستین، هر کاری رو که برای خودتون انجام میدین قاعدتا تیم شما هم باید این پروسه رو برای خودش انجام بده برای بیزنستون. درسته؟ یعنی این تیمتون هم آگاهی خودش رو باید پیدا کنه، چون حتی کسانی که برای شما و با شما کار میکنن، هر کسی ناراحت میشه وقتی که نتیجه رو نمیگیره و خیلی موقع میریم توی شرایطی که تقصیر بقیه است، این اصلا به درد نمیخوره و یا اینکه شروع میکنیم خودمون رو با باتون زدن. هر چقدر که شما به عنوان کسی که بیزنس اونر هست، یک بیزنس رو داری، اشخاصی برای شما کار میکنن، این کاری رو که شما در درون با خودتون دارید انجام میدید، اگر موقعیتی به وجود بیارید که شراکتی باشه در گفتار شما و بقیه تیم، میبینید که بقیه تیمتون شروع میکنن اونها هم به خودشون کار کردن و فضایی به وجود میاد که دیگه بین شما اینه که من رئیسم دارم به شما میگم چرا کار رو انجام ندادین، چرا نتیجه وجود نداره و بعد میگیم بلیم گیم، یعنی اینه که من فقط حالا بازی میکنم کی تقصیر کیه، تقصیر کجا کی کرده.
این تبدیل میشه و حتی کسایی که کارمند هستن، یکی اینکه خودشون نتیجه نداشتن ناراحتن، یکی اینه که چون ناراحتن از اینه که حالا با رئیسشون هم صحبت بکنن نگرانن، اونها هم برمیگردن میگن خب اصلا سیستم خرابه یا مشتری کارش خرابه یا سیستم خرابه، من که کارم خراب نیست. در چه این وسط میبینید که شما پروسه ای رو که برای خودتون رشد خودتون دارین انجام میدین، اگر که همگانی بشه بین شما و شراکت قرار بگیره بین کسانی که براتون کار میکنن و اون تیم، هر کسی میتونه شروع بکنه به خودش نگاه کردن، این تمرین ها رو انجام بده و با هم میتونین تمرین ها و ریچوال هایی رو به وجود بیارین که کل گروهتون اونها رو دارن استفاده میکنن. و بعضی ما میبینین یکی از کسانی که تو تیمتون هست یه کارهایی رو انجام میده که خیلی براش کار میکنه، بعد شاید بیاد توی جلسه برای همتون توضیح بده و بقیه هم از اون یاد بگیرن و میبینین که کل تیم در شراکته که این فضا رو بلند کنه. بله بسیار عالی. خب خانم دکتر، فکر میکنید که با توجه به فرصت کمی که داریم لازم هستش که به افکار و احساس و رفتار تیم و خانواده رو مطرح بکنیم، یا اینکه میتونیم بریم به مرحله بعدی و تمرین جلسه بعد رو مطرح کنید؟ من فکر میکنم اگه چیز به خصوصی تو اونها براتون باز شده که دوست دارین الان شیر بکنین و برمیون بذارین، حتما دلم میخواد اون رو در میون بذارین. چیز به خصوصی متفاوت با اون صحبتایی فقط خیلی برام جالب بود وقتی در مورد خانواده خواستم این رو بررسی کنم، دیدم من خانواده اینجا ندارم که با درگیر این بیزنس مثلا از 2000 اول 17 آخر 16 بود شروع شد و طبیعتا اون سپورت سیستم شاید حداقل وجود نداره که نظری ندارند، یا اینکه احساسی هم خب به آدم که میدن این هستش که نیستند که سپورت بکنن که احساسی به آدم بدن. تنها چیزی که به نظرم اومد این هست که چون به هر حال ما در پس از مهاجرت خیلی مسائل مختلف داریم و کسانی که میایم در یک کشور جدید دوباره میخوایم شروع بکنیم، چون همین بیزنس رو به فرم دیگه‌ای به اسم اورژانس کامپیوتر تهران من داشتم و حالا اینجا از زمانی که اومدم 2004 به بعد داشتم و این اپ هم که دیگه از 2016 به بعد اومده، فقط همین به نظرم اومدش. از حرفایی که میزنید که بسیار جالبه اینه که یک تنهایی به خصوصی و یک پشتگرمیه که نداری و اون تنهایی خیلی موقع ها ما رو توی یک جایی میبره که خب من اگر یک دلم بخواد حالا سرم روشون این نفر بذارم، یه درد دلی بکنم، از چند نفر یاد بگیرم، ممکنه اینجا ندارم. در چه شاید خانواده خودتون رو باید به وجود بیارید، یعنی اینکه دوستان رو انتخاب کنید به عنوان اشخاص خانوادتون که اونها رو بنامید خواهر و برادرای خودم، پسر خاله دختر خاله های خودم. که حالا حد ببینید دوستان برای ما چه کار میکنن، فامیل چه کار میکنن، نه اینه که همیشه جواب ها رو دارن و میتونن دست ما رو بگیرن ببرن جلو. بعضی موقع ها کسانی هستن که بیشتر یادآوری میکنن که ببین موفق بشی، شکست بخوری، بالا بری، پایین بیای، پول داشته باشی، نداری، من دوست دارم، فرقی هم نمی کنه، تو برای من عزیزی. و بعضی موقع خود این پیام رو داشتن انقدر زیباست، برای اینکه زندگی و بیزنس و بالا پایین هاشو داره. ما هر چقدر آدم موفقی باشیم در همه چیز و همه کار و همه پروژه ها موفق نخواهیم بود. آدم هایی که میبینین خیلی موفق هستن و کلی موفق هستن، ممکنه در هفته 4 تا پروژه شون شکست بخوره، ولی پروژه شکست خورده به هر صورت بالا پایین احساسی رو میره. بله. این سپورت رو برای خودتون به وجود بیارید وقتی که متوجه میشیم که این پشتگرمی رو ندارید. مطمئنم کسانی هستن تمام این سالها که در کنار شما اینجا بودن که میتونید اونها رو خواهر و برادر خودتون بنامید. بله دقیقا همین کار رو کردم، هم در ارتباط با بیزنس هم در ارتباط با ارتباطات اجتماعی خودم، چون که به هر حال ما اینجا هستیم و خدمتون که باید فامیل خودمون رو بیلت بکنیم، دوباره بسازیم دوست و فامیلی که میخواییم رو داشته باشیم. و اما تمرین جلسه بعد،
تمرین جلسه بعد نگاهی در حقیقت به خودتون، زمانی که خودتون رو همه جا میبرید، یعنی شما لحظه که از خواب بیدار میشید، حالا این قسمت رو ما واقعا هم راجع به بیزنس میخوایم صحبت کنیم، لحظه که از خواب بیدار میشید، صبح از خواب بیدار میشید، شب دارین میخوابین و دارین نگاه میکنین، تمام روز میبینین که من خودم رو دارم میبرم، در نتیجه مدلی که به خودم فکر میکنم چه مثبت هست، قدرت های منو میسازه، انگیزه منو برای جلو رفتن میسازه، چه اون موارد منفی که چرا خود رو خودش به خودم فکر منفی دارم یا احساس منفی دارم، بازدارنده این مسئله خواهد بود. و در نتیجه دلم میخواد اگر لطف بفرمایید در مسئله بیزنس حضور پیدا کنید تو این هفته، که افکار مثبت و باورهای مثبتی که راجع به خودم و بیزنس دارم، خودم در زمان بیزنس دارم چی خواهد بود، افکار و باورهای منفی چه خواهد بود، احساس خودم راجع به خودم، آیا احساس افتخار میکنم، آیا احساس شرم میکنم، چه نوع احساس هایی برای شما به وجود میاد وقتی که داری با این بیزنس های مختلف دست و پنجه نرم میکنید، اونها رو هم بنویسید، چون این نوع باورهایی که ما راجع به خودمون داریم یکی از مسائلی که اون اصل ماجرای ما رو میسازه، چون منی باید وجود داشته باشه تا انعکاس بده خودش رو توی شرایط مختلف، و اگر که نسبت به خودم که این موجود هست اول من احساسات منفی داشته باشم، هی جلوی کار خودم رو میگیرم که بخوام جلو برم هر چقدر اون پروژه عالی باشه. به خاطر همین این هفته نگاهی به خودتون، افکار من نسبت به خودم مثبت منفی، احساس من نسبت به خودم مثبت منفی، و رفتار من به خودم مثبت منفی. رفتار خودم به خودم یعنی حرفایی که به خودم دارم میزنم، آیا اگر اشتباه میکنم چماق میفتن دنبال خودم، یا اگر اشتباه میکنم برمیگردم میگم تو که حالا چی یاد گرفتم بلند میشم، آیا که مثلا خودم رو آزار میدم، اشخاصی هستن که مثلا وقتی که ناراحت میشن یه چیزی پروژه میره میرن سلف هارم میکنن، مشروب میخورن تا خیلی مواد مخدر استفاده میکنن، نمیدونن میرن رانندگی های عجیب غریب میکنن، انگار مثلا میخوان شروع کنن خودشون رو اذیت کردن. این موارد خیلی مهمه که ما نگاه بکنیم که در این مسئله بیزنس یا کار چی کار داریم در حقیقت با خودمون میکنیم، چون اون خودی که داریم میکنه انجام میدیم سرچشمه مسئله است. دقیقا و این مطلب خیلی جالبی رو اشاره کردید، که خیلی مواقع هستند که در زمانی که از اون اتفاق خشمگین میشن، خشم خودشون رو به سمت خودشون نگه میدارن و به خودشون برحال به نوعی سبتاش میکنن دیگه. خب مرسی خانم دکتر، متشکرم از وقتی گذاشتید. و شما دوستان، اگر این برنامه اولین بار هست که تماشا میکنید، دعوت میکنیم که قسمت های اول و دوم و سوم رو هم نگاه کنید و بعد شما هم همینها رو تمرین بکنید. اگر سوالی داشتید میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید که در خدمتتون باشیم و بتونیم با همین مسیر رو جلو بریم. متشکرم، سپاس فراوان. مرسی مرسی، متشکرم.